ترور یکی از وابستگان جنرال محمد علی صداقت بعد از ایجاد جبهه مقاومت دو. سلام خدمت شنونده ها و بیننده های خوب رادیوی نسیم، من سلطان علی جوادی هستم با موضوعی که در نخست خدمت شما یاد آوردم که شما هم در جریان هستم که جبهه مقاومت دو حدود یک ماه قبل توسط ذوالفقار امید و جنرال محمد علی صداقت در پشتروق شکل گرفت و خبرهای امروز هم در شبکات اجتماعی نشر شد که یک از وابستگان جنرال محمد علی صداقت، شخص به نام زامن اکبری، شب گذشته هنگام سحری از سوی افراد ناشناس ترشد است. منابع امنیتی و شبکه رو نسیم موضوع را تایید میکند و میگه تحقیقات بیشتر پیرامون موضوع جریان دارد و تاکنون دلیل و انگیزه قتل این بزرگ قومی مشخص نشده است. قتل زامن اکبری، یک از بزرگان قریه کیان، واکنش های متفاوت را در شبکات اجتماعی و رسانه های محلی دایکنی در پی داشته است. بخصوص صفحه تحت عنوان حامیان محمد علی صداقت نسبت به این قضیه واکنش نشان داده و از اراکن دولتی و نهادهای حکومتی تقاضا کرده که موضوع را به صورت جدی پیگیری و عاملان این جنایت را پنجه قانون بسپارد. و همچنان فاطمه اکبری، سناتور مردم دایکنده که خواهر جنرال صداقت هست، نیز نسبت به این خبر واکنش نشان داده و گفته است که خبر شهادت زامن اکبری، شخصیت باوقار، خیرخواه، مویسفید و بزرگ قومی، پسر کاکای که حیثیت برادر کلانم را برای ما داشت، چنان سنگین و جانسوز است. گفته متاسفانه دهشت افغانان، تفرق اندازان هنگام سحری شب جمعه مورخ 17/2400 این شخصیت بزرگوار را در خانهش به شهادت رسانده است. و همچنان ذوالفقار امید نیز این قتل را ترورهای هدفمند دانسته و شهادت زامن بیگ که در اثر یک حمله ناجوان مردانه تروریستی جام شهادت را نوشتن برای فرمانده عدالت خواه و مردمی جنرال محمد صداقت، فاطمه اکبری و همچنان حمید اکبری و فامیل نجیبشان تسلیت گفته. و در کنار از این هم او در اعلامیش یادآور شده که منافقین و مارهای آستین با چنین ترورهای ناجوان مردانه میخواهند مسیر اصلی حرکت مردمی و عدالت خواهی جبهه مقاومت دو، که همانا مبارزه علیه تبعیض و بیعدالتی و برگرداندن غرور و عزت مردم است، را منحرف سازد. با چنین دسایس شوم و ترورهای هدفمند، نه تنها که مسیر عدالت خواهی منحرف و متوقف نمیشد، بلکه جدیتر و قاطعتر از گذشته برای برپایی قسط و عدالت ادامه خواهد داشت. و هم یادآور شده که حلقات ضد مردمی و ضد جریان عدالت‌خواهی و قاتلین شهید زامین بیگ مانند آفتاب واضح و مشخص است. و همچنان از ارگان‌های عدلی و قضایی خواسته که قاتلین را هرچه زودتر گرفتار و پنجه قانون بسپارند. گرچند از اعلامیه گفته که قاتلین از واضح است، اما از اشخاص نام نبرده است. و همچنان منابع محلی و منابع امنیتی میگه که نیروهای امنیتی به ساحه فرستاده شده و تحقیقات بیشتر پیرامون انگیزه قتل زامن بیگ اکبری جریان دارد. تشکر از توجه و همراهی در شما. هم میتونید جهت موضوعات خبری و آگاهشتن از موضوعات خبری دایکندی و بامیان چینل یوتیوب رودی نسیم را لایک و سبسکرایب نمایید تا از برنامه های بیشتر ما مستفید شوید. Thank you.